با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند و با سپاس مخصوص برای مشارکت و همراهی شما عزیزان به ادامه برنامه امروز می‌پردازیم. آیه مورد نظر برای کسانی که قرآن دارن در منزل یا اینکه قرآن رو دنبال میکنن، آیه شماره 187 رو از سوره دوم قرآن آغاز خواهیم کرد. در قسمت قبلی از آیه شماره 49 بهره گرفتیم در ارتباط با پیشنهاد یا استنباط 3 یا 4 حکم اساسی در ارتباط با حق بشر و حقوق بشر، که حقوق زندانیان مختلف رو از مرد و زن بررسی کردیم که اینها چه حقوقی دارن و کسانی که اینها رو مورد اسارت قرار دادن چه مسئولیتی در مقابل این حقوق دارا هستند. آیه شماره 187 به این ترتیب بیان می شود که احل، روا داشتیم یا حلال کردیم، لکم، برای شما، لیلت، در شبهای الصیامی، روزداری، حلال کردیم یا روا کردیم برای شما در شبهای روزداری احل لكم ليله الصيام، روا داشتیم یا مجاز کردیم یا حلال کردیم برای شما در شبهای صیام، در شبهای عبادت روزداری. اتاق فرمان، شما اشکالی دارید مگه که قرآن رو روی صحنه چرا نمی اندازید؟ اتاق فرمان صدای من می شنوید؟ احل، روا داشتیم برای شما لیلت در شبهای الصیامی صیام، الرفث، ارتباط و مباشرت، الى نسائکم، ارتباط شما رو، مباشرت شما رو با زنهای شما. در اینجا به یک موضوع بسیار مهمی قرآن اشاره میکنه و چیزی که اکثرا از نظر ما غایب میشه. صیام یا روزداری یک عبادت هست، درست مثل صلات که یک عبادت محسوب میشه. و وقتی که ما عبادات رو بررسی میکنیم، در ذهن ما عبادات یک زمان آغازی داره و یک زمان پایانی داره. بعضی از عبادت ها مثل نماز
اصل عبادت آغاز و پایانی نداره، یک امر همیشگیه، یعنی تذکار و یادآوری فرمان خداست، تذکار و یادآوری کلام خداست. هیچ وقتی ما در این مورد نمیتوانیم که قطع و وصلی ایجاد بکنیم. روزی 5 مرتبه تشریفات عبادت رو برقرار میکنیم، یعنی روزی 5 مرتبه ما یادآور خودمون میشیم که فراموش نکنی که تو مشغول صلات هستی، در خواب و بیداری، در نشستن و برخاستن اصل صلات رو در حال انجامش هستی. 5 بار در روز از غفلت بیرون میایی و در واقع به صلات باز میگردی و پذیرای صلات میشوی و به یاد میآوری که صلات چیست، برای چیست، من کجا هستم، چه میکنم، چرا صلات انجام میدم، وظیفه من در صلات چیست. اینها رو اسمش رو میذاریم تشریفات صلات. 5 مرتبه در روز اینها رو به یاد میاریم، به یاد میاریم که ما مشغول صلات هستیم، از غفلت اشتغال به صلات بیرون میاییم، نه از اشتغال به صلات، و فکر میکنیم که ما الان مشغول چه کاری هستیم. میبینیم که الان ما غفلت کردیم از تذکار، از یادآوری امر خدا و حکم خدا و قرآن خدا بیرون آمدیم. مثلا الان داریم به یک کسی تجاوز میکنیم، خب ما اگر یاد خدا باشیم و یاد تعهد خودمون نسبت به خدا باشیم که من پابند میثاق تو هستم، خب این کاری که داریم میکنی دزدی است. تو تعهد کردی که به امر خدا اطاعت بکنی، الان مشغول تخلف از امر خدا هستی. یعنی تشریفات نماز 5 بار در روز حداقل ما یادآوری میکنیم که ما در حال نماز هستیم، باز هم فراموش میکنیم، باز هم 3 ساعت 4 ساعت یک مرتبه که ما به یاد میاریم که در حال نماز هستیم باز هم فراموش میکنیم. شاید کسی که خودش نماز 5 مرتبه میخونه میبینه باز هم آدم نمیشه، باز هم میبینه که نیم ساعت از سر نمازش که بلند میشه شروع میکنه به دروغ گفتن. خب این باید روزی 10 مرتبه یادآوری بشه به نماز، 20 مرتبه یادآوری بشه، انقدر یادآوری بشه که خودش تشخیص بده که این دارو برای این بیماری کفایت میکنه. اما صلاتی که انجام میشه چیزی شروع نمیشه و چیزی به پایان برسه، چون تعهد تا قیامت باقی است، آزمایش تا قیامت لازم است. شما تا روز قیامت باید در وجودتون تا اونجایی که اراده و اختیار دارید مشغول صلات باشید. قصدم از توضیح این امر این است که صلات در یک زمانی در وجود شما آغاز میشه تا موقعی که به زیر خاک میرید. این صلات یک عبادت واحده، نماز دوتا نیست، نماز یک عبادته، یادآوری این که من در نماز هستم چند بار تکرار میشه. قرآن هم به همین منظور خیلی باز نکرده این موضوع رو، در موارد مختلف حتی برای کسانی که لازم دارن یه شب بلند شو، وقتی که روز نمیتونی که توجه کنی، شب که خلوته بلند شو، نصف شب بلند شو، نصف شب بلند میشی آب بخوری بری دستشویی، همون وقت نماز بخون. چه نمازی؟ نماز یادآوری است، نماز هست، ولی اون صلات یکتا و یگانه، یک صلات بیشتر نیست. تذکار الله، یعنی شخص تمام مدت بایستی که خدا رو به یاد بیاره،
آیا یک وقتی هست که ما اجازه داریم دیگه خدا رو به یاد نیاریم؟ کی اون وقت به یاد میاری؟ شیطان رو. بنابراین نماز تمام شدنی نیست، تکرار شدنی هم نیست. اون چیزی که خوانده میشه به نام صلات ما میشناسیم، اون یادآور صلاته، صلات نیست. صلات یعنی تذکار خدا، تذکار خدا یعنی تا وقتی نفس میکشی، تا وقتی به خود هستی، باید مرتب در فکر خدا باشی و در حکم خدا فکر بکنی، در آیات خدا فکر بکنی، در دستورات خدا فکر بکنی و مطابق اون عمل بکنی. و چون فراموش میکنه انسان، حتی پیامبر فراموش میکرده و الا بهش نمیگفتی که تو هم همین تذکار رو داشته باش. همه فراموش میکنیم و مرتب باید یادآوری کنیم خودمون رو که بفهمیم که ما تبعه خدا هستیم، در اختیار او هستیم، تابع او هستیم، باید تابع او باشیم، مراقب باشیم که فاسق نشیم. این چیزی رو که ما اسمش رو نماز میذاریم، ولی یادآوری نمازه. اون چیزی که ما اسمش رو نماز میگذاریم یادآوری نمازه. نماز در ذهن انسان انجام میشه و نیت در درونی آدمه. این فرمان خدا رو به یاد میارم و مرتب تجدید عهد میکنم با خدا که من فرمان بردار تو باشم. این میشه نماز. این رو چون فراموش میکنیم، برای چندمین بار عرض میکنم که تکرار و تذکارش در اصطلاح نماز نام دارد، ولی اون نماز نیست، تذکار نماز. ولی نماز یک، نماز یک واحد، صلات بیشتر نیست در عمر بشر. حالا وقتی به روزه میرسیم، این آیه که در اینجا ملاحظه میکنید، این آیه سند این استدلال منه که در این آیه شما ملاحظه میکنید که به یک عبادت اشاره میکنه، نیست؟ این آیه رو تا آخر میریم، بعد دو مرتبه به تحلیلش میپردازیم. احل، حلال کردم، لکم، برای شما، لیلت، در شبهای، الصیامی، عبادت صیام، الرفث، نزدیکی و مباشرت، الرفث، با نسائکم، زنهای شما را. عبارت بعدی اینجا تمام میشه، عبارت بعدی آغاز میشه. نسائکم، زنان شما، هن، کسانی هستند، ایشان، زنان شما میباشند، لباس، پوشش و لباس و معرف شما، لکم و انتم، و شما می باشید، لباس، پوشش و معرف و نمونه ارزش های اونها، لهن. آیه مطلب بعدی در جمله سوم، علیم، میداند، الله انکم کنتم، میداند الله که شما می بودید، تختانون، در واقع پنهانکار و بی صداقت میشه گفت، انفسکم، در بین خودتون، شما خودتون سر خود آدم هایی بودید که پنهانکار بودید. پنهانکار به این معنای که صداقت نداشتید، یعنی این کار رو انجام میدادید به هر حال.
فتاب عليكم پس پذیرفت توبه شما را و عفا و مورد بخشایش قرار داد این تخطی و گناه شما رو عنکم بر شما فالآن پس در حال حاضر اینک اکنون باشروهن بشارت بدهید ایشان را بشارت بدهید ایشان را و ابتغوا و در واقع طلب کنید و در جستجو باشید ما کتب آنچه را که کتابت کرده است الله الله لکم برای شما و کلو و بخورید و اشربو و بیاشامید حتی تا زمانی که یتبین روشن بشود لکم برای شما الخیط یک نخی یک ریسمانی الابيض سفید رنگ یک ریسمان سفیدی در ظاهر بشه نه برای شما الخيط از الاسود خط سیاه یعنی در واقع سیاهی و سفیدی در حال مبادله قرار بگیرند و یک خط سفیدی در افق ببینید که بالا آمده یعنی از روشنایی به اندازه یک خط سفیدش دیده میشه آغاز روشن شدن روز در حد اقل به محض اینکه روز میخواد شروع بشه مینا از الفجری از سحرگاه ثم سپس اتمو الصیام سپس تمام کنید صیام رو عبادت صیام رو الى الليل تا شب تا پایان روز ولا تباشروهن و مباشرت نکنید نزدیکی نکنید با زنانتان و انتم در حالی که شما عاکفون سرنشین هستید فی در المساجد در مساجد تلک این چنین حدود می باشد حدود الله الله فلا تقربوها پس نزدیک نشوید به ایشان در بین طلوع فجر و غروب آفتاب کذالک این یبین چنین تبیین می کند و روشن می کند الله الله آیات آیاته آیات خود را للناس برای مردمی که لعلهم برای مردم باشد که برای ایشان یتقون ایجاد تقوا کند و به وسیله آن متقی بشوند در این آیه بسیار مهم در قسمت اول اشاره می کند به این که
در شبهای عبادت روزه رابطه نزدیکی کردن با زنانتون رو برای شما حلال کردیم. بعد میپردازد به تشریح ارزش زن و مرد و رابطه ارزش های زن و مرد با هم که توضیح خواهم داد. به جمله بعدی که میرسیم میگوید که خدا میدانست که شما در این قانونی که قبلا ممنوع بوده که در شبهای صیام اجازه مباشرت وجود نداشته، و خدا میگوید که خدا آگاه بود از اینکه شما به این کار مبادرت میکنید و این کار رو مخفیانه انجام میدید، ولی توبه شما رو پذیرفت و بعد هم این کار رو مجاز کرد. در این تحولی که در یک زمانی این عمل ممنوع بوده، در زمانی شما این عمل ممنوع رو انجام میدادید، خدا از انجام این ممنوعیت به وسیله شما با خبر است و خدا این قانون رو تغییر میدهد در این مرحله چهارم، و در مرحله پنجم هم توبه شما رو برای اون خطاها میپذیرد. اون چیزی که از این چند جمله در این آیه استنباط می شود این است که بشر آگاه باشد که نیروی غریزه او بر عقل او و بر منطق او پیشی می گیرد و انسان دارای اسارت است در مقابل غرایز خودش و همه اتفاقاتی که در دنیا میفته، و یکی از پایه‌های انحراف انسان و یکی از پایه‌های فساد در جامعه، دشمنی در جامعه، جنگ در جامعه، اقتصاد غلط در جامعه، نبودن امنیت در جامعه، شکست جوامع در ابعاد اقتصادی و سیاسی در دنیا، انجام جنایت‌های دست جمعی، همه اینها به وسیله غریزه بشر انجام میشه. ما غریزه حیوانی که درمون هست اونقدر قویه که تمام جنگ‌ها رو اون غریزه را میندازه، تمام کشتارها رو، تمام دستبردها رو، تمام تهلوکه و هلاک کردن ها که در دنیا انجام میشه ما با اون نیروی غریزه انجام میدیم، و نیروی غریزی بشر از هر حیوان درنده‌ای قوی تر هست و حتی در مقابل اوامر خدا هم غریزه سر تسلیم فرود نمیاره. یک چنین نیروی عجیبی در وجود انسان هست که ثروت اندوزی، شهوت اندوزی، قدرت اندوزی، اقتدار، زور، تجاوز، تکاثر، احتکار، همه این انحرافات و انحطاطات اینها در دنیا زیر فرمان غریزه بشر انجام میشه. غریزه یعنی یک خاصیت طبیعی که در شخصیت حیوانی ما وجود داره. ما مجموعه هستیم از جماد، نبات، حیوان، قالب انسان و بشر، و همه اینها در ما وجود دارند و همه اینها ارزندام می کنند و همه اینها فعال هستند. غریزه حیوانی قوی ترین حسی است که در وجود آدم هست. حالا می گوید کسانی که عبادت صیام رو پی می گیرند و انجام می دند در گذشته انقدر مؤمن بودند که صیام انجام می دادند و اطاعت می کردند و اونقدر غریزه اونها حیوانی و شدید بوده و هست که با وجودی که ممنوع بوده این کار و جزء محرمات بوده
و تحریم شده و موجب باطل شدن روزه میشه، ولی باز هم انجام میدادید. یعنی همه شما در ارتباط با این امر هم فاسق بودید، عقد عهد کردید و هم خود اجر بودید، چون پنهان می کردید و گول می زدید. و مجموعه اینها رو قرآن می گوید که شما تختانون، شما مرتکب در واقع مورد طغیان و مورد عصیان مخفیانه انجام می دادید. یعنی هم طغیان می کردید، هم پنهان می کردید، هم خیانت می کردید، هم فسق می کردید، هم عصیان می کردید در مقابل این نیروی غریزه. تا اینجا درسی که ما می گیریم این است که به نیروی غریزی خودتون فکر بکنید و نگاه بکنید که در چنگال چه نیروی اسیر هستید. یعنی خودتون رو در اسارت غریزه خودتون ببینید که اونقدر غریزه شما قوی است که در ایمان با شما روبرو میشه و ایمان شما رو به زمین میزنه و ایمان شما رو تبدیل به فسق میکنه و از یک آدم مؤمن آدم فاسق میسازه. عبرتی که ما میگیریم از این آیه این است که هر کسی برای خودش به فکر فرو میره که این نیروی که در منه، این نیروی مخرب یا نیروی سازنده، هر دو میشه، به هر دو جهت کار میکنه غریزه. اگر که غریزه در لگام بخوره و مهار بشه و در اختیار آدم باشه، اون وقت غریزه یک نیروست. مثلا غریزه نیروست دیگه، نیرویست که ما رو به همه جا میبره. در واقع غریزه آدم یک اسبیه که آدم سوار اون اسبه. اگر از این اسب بیاد پایین و بدون اسب بشه، یعنی بدون جان شده، میمیره، هلاک میشه، تمام میشه در این صحرای خشکی که سوار مرکبی برای این راکب وجود نداره، که غریزه رو نمیشه از بین برد. غریزه نفسانیات آدمه، هیچ کاریش نمیشه کرد، فقط غریزه رو میشه که در مهار در آورد و نگاهش داشت. کسانی که میگویند غریزه رو باید کشت یا نفس رو باید کشت، افرادی هستند که فوق‌العاده بی بهره از منطق و بی بهره از دانش هستند. یعنی یک چیزی رو که خدا به ما داده ما او رو نابود بکنیم به خاطر اینکه درست کار نمیکنه. یعنی خدا اشتباه کرده و ما غریزه داده، ما بیشتر از خدا میفهمیم، غریزه رو باید از بین ببریم. غریزه مرکب ماست، مرکب بایستی که در اختیار راکب باشه، نه اینکه راکب مرکب رو بکشه، اسب رو بکشه. چرا؟ برای اینکه اسب وحشیه. نه، اسب رو باید رام کرد، دهنه زد و نگاهش داشت و از این قدرت استفاده کرد، مرتب به این ور اون ور سفر کرد. اتومبیل آدمه، اتومبیل که آدم دور نمی اندازه چون تصادف میکنه. خب دقت کن تصادف نکنی، اتومبیل چرا دور می اندازی؟ اسب رو چرا دور می انده؟ اسب یعنی تو، یعنی قالب. این قالب رو دور می اندازم، با مغلوب زندگی می کنم. ظرف رو دور می ریزم، با مظروف. چه با چی کار می کنی؟ چی میگی اصلا؟ کجا هستی؟ ما اسب رو باید نگه داریم، نفس رو باید نگه داریم، غریزه رو باید نگه داریم، ولی متوجه باشیم که قدرت سرسام‌آور عجیبی داره. نگاه بکنیم که این غریزه در دنیا چه کرده، از طول تاریخی که بشر به یاد میاره اون تاریخ رو، کشتار 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 تا امروز. یکی از کارهایی که اون غریزه انجام میده میل به کشتنه. یک کلیپی ما توی سایت خودم
پیج خود من حمید آقاسی گذاشتم. هنوز جرأت نکردم که اون رو در فیسبوک، در پیج پیوند تیوی بگذارم. شاید که امروز این کار رو بکنم. یک فرد مسلمان رو در چین، در هند عذر میخوام، نشان میده که جمعیتی ایستادن از هندی های صلح دوست. این اتفاق بعد از رفتن آقای ترامپ به هند انجام شده. نتیجه گیری نمیخوام بکنم، توضیح میدم که این اتفاق از نظر تاریخ بعد از سفر ایشان به هند بوده، که جمعیتی در حدود تو دوربین که نشون میده، بقیه رو نشون نمیده، همون تعدادی که دیده میشه به نظرم 50-60 نفر باشن، ولی خب پشت صحنه نشون میده آدمای بیشتری هستن. یک جوان 17-18 ساله، 20 ساله ای که کمتر در این حدود ها، مجبورم بذارم دیگه، میذارم، ولی اینقدر گرافیک و اینقدر بد هست که از دیشب تا به حال هم فکر میکنم که اینو بذارم نذارم، هنوز گیجم، هنوز که یک مسلمان رو میگیرند، بقیه غیر مسلمان هم دورش بودند و اینها، یک نفر نمیدونم اون به چه مناسبتی این رو میاندازه زمین و میشینه روی شکمش و با مشت شروع میکنه به صورت اینو، به چشم اینو، به سر این ضربه زدن، و بعد هم سرشو بلند میکنه و چندین بار میکوبه به زمین و این بی حال میفته. اون وقت بعد دورخیز میکنه از عقب و جلو میره، از فاصله میگیره و بعد میدوه و با سرعت میاد و نزدیک این جوان که میرسه بلند میشه و به صورت جفتک دو تا پاش رو میبره بالا و میپره روی سینه این. چندین بار این کارو میکنه تا این میمیره و همونجا میفته. نه پلیسی اونجا میاد، طول میکشه یه مدتی، مردم هم نگاه میکنن و تشویق میکنن و خوشحال هستن که یک مسلمان نجس کافر داره تنبیه میشه. و بعد از اینکه دو سه مرتبه از دور میره، میاد بعد باشو میبره بالا، دو پایی میاد روی سینه این پایین، همه اینها رو نشون میده. وقتی کارش تمام میشه، این دیگه کاملا بی‌حس میفته و میمیره، وقتی جمعیت میرن کنار، بعد پلیس میاد جلو. پلیس هم فقط با مرده کار داره، با زنده کاری نداره. یعنی پلیس از یک نفر اونجا نمیپرسه که چه کسی این رو به این روز در آورده. اصلا فقط میان دست و پاشو میگیرن و میبرنش. دونم چی میخواستم بگم که مثلا این صحبت مطرح شد، از گفتنش هم انقدر اعصابم ناراحت میشه که کمی مموری و حافظه ای هم که داریم از بین میره. موضوع غریزه بود فکر میکنم، که غریزه ی آدم یک حسیست که اگر که از بین ببریدش خودتون رو کشتید، و اگر که از بین نبرید و بگذارید که کار بکنه بدون کنترل، بدون مهار، بدون اینکه لگام بش بزنید و نگهش دارید، ویران کننده است. و شما نگاه میکنید که یک بشر با عواطف بشری، بالاخره اون کسی هم که قاتل همه پسره بود، خب ظاهرا آدمه دیگه، ولی میبینیم که غریزه او، وقتی که موتور غریزه او پشت تنفر قرار میگیره چه میکنه، پشت شهوت قرار میگیره چه میکنه، پشت هوس قرار میگیره چه میکنه. نیروی خیلی شدیدی در غریزه بشر وجود داره، در نفسانیات بشر وجود داره.
انقدر زیاده که کسانی که اهل روزه هستند، نه اینکه بدون روزه باشه، یعنی این آدم یه مثلا مسلمانه، تابع خداست، تابع توحیده، روزه هم میگیره، عباداتش هم انجام میده، ولی نیروی غریزه شهوانی اونقدر در بشر زیاده که اگر تربیت نشه این نیرو بدون تربیت و بدون لگام و بدون مهار باشه، حتی در مورد روزه هم عبادت هم چیزی جلودار او نیست و به این ترتیب عمل میکنه که خدا میگه. یه نفر هم این کار رو نمیکنه ها، راجع به جمعی خدا اشاره میکنه، نه یک نفر، میگه برای شما من این کار رو حرام کرده بودم که بعد از غروب آفتاب یا قبل از غروب آفتاب در طول مدت صیام اجازه مباشرت با زنها رو ندارید، من این کار رو میکردید. احتمالا نمیگه به یک نفر، جمعی، یعنی اکثریتشون این کارها رو میکردن. یعنی میخوام بگم حتی در مؤمنین، بین مؤمنین این نیرو انقدر شدید وجود داره که یک همچین آثاری به جا میگذاره. حالا مقصود این آیه رو که بخوایم بررسی بکنیم، صرف نظر از این که مگه خدا فرمانش رو عوض میکنه یا نمیکنه، که اون بحث رو الان بکنیم باز طولانی میشه، قبلا هم صحبت کردیم راجع به اونها. درسی که میگیریم این است که مواظب غریزه خودت باش، مواظب این نیرویی که هم نیروی سازنده است هم نیروی مخربه، مراقبش باش و بدان و آگاه باش که باید مرتب اینو تربیتش بکنی. بدان و آگاه باش که این با روزی 5 مرتبه شروع و تمام کردن نماز کار مهار کردن غریزه تو انجام نمی شود. شما یک نمازی لازم داری که از زمانی که معرفت پیدا می کنی آغاز بشه تا به خاک برسی، یک واحد نماز که مرتب متعهد به ذکر خدا و یادآوری فرمان خدا باشه که جلوی نفست رو بگیری، و روزی 5-6 مرتبه، 7 مرتبه، شب هم اگه شد بیدار شی، وقت بی وقت یادآور بشی به خودت که حمید، خودم میگم تو مشغول نماز هستی، آن نماز تمام نشده، اگه عمر تمام شده نه، پس نمازت هم تمام نشده، یادت هست؟ بله، این شد نماز، مرتب تکرار بشه برای من. الان مال کیو داری میخوری؟ الان به کی داری دروغ میگی؟ الان چطور به صفحه مانیتور نگاه میکنی؟ به آیه های قرآن نگاه میکنی و دروغ میگی؟ دونید اون نفس مرتب کارش همینه دیگه. اون چیزی که ما از این آیه یاد میگیریم این که دشمن خودمون رو بشناسیم و طریق تعامل با دشمن رو بیاموزیم، دشمن درونی که ما داریم. اما یک مطلب دیگه ای هم که در قسمت اول آیه نشان میده، هن لباس لکم، اونها، اون زنها لباس شما هستند، و انتم لباس و شما هم لباسی هستید، لهن برای ایشان. لباس منظور پوشش پارچه ای نیست، لباس نمود رو نشون میده، نمایش رو نشون میده، عرضه کردن ارزش ها رو نشون میده، تعریف رو نشان میده، احراز هویت رو نشان میده، بروز ارزش ها و اعتقاد به ارزش ها رو نشان میده، نمایندگی نشان میده که شما رو با زنهاتون میشناسن، شما رو با زنهاتون میشناسن، زنهای شما رو هم با شما میشناسن. شاید که این عبارت کوتاه به اندازه کوهستان ها
درش معنا و استحکام و ارزش وجود داره. رابطه زن و مرد رو در این کلام اعجازآور و حیرت انگیز بیان میکنه. هنه یعنی نسائکم، لغت قبلیش، زنان شما، لباسون لکم، لباس شما هستن، پوشش شما هستن. شما رو با چی ما میبینیم؟ اول دفعه که شما رو میبینیم با لباستون میبینیم دیگه. یعنی وقتی ما به زن نگاه میکنیم، در مقابل شوهر عرض میکنم، به یک زنی نگاه میکنیم، داریم شوهرش رو میبینیم، و وقتی به شوهرش نگاه میکنیم داریم زنش رو میبینیم. یعنی اعمال و رفتاری، لباس یعنی کارهایی که میکنه دیگه، چیزهایی که ازش ظاهر میشه، اموری که مشهود هست، چیزهایی که ما ازش مشاهده میکنیم. اون چه که از مرد مشاهده میشود زن اوست، و اون چه که از زن مشاهده می شود شوهر اوست. یعنی شما لازم نیست که زن من دیده باشید. ارزش های من ارزش های زن من هست. اون چه که در من مشاهده می کنید، هر چه که هست، دارید او رو می بینید، دارید زن من رو می بینید، چون من لباس اون هستم. الان کسی که اینجا نشسته، برای کسی که خب همسر داره دیگه، حالا البته این داستان طولانیه، موضوع فقط این نیست همسرش باشه، مادرش، خواهرش، دخترش. نزدیکترین کس معمولا با آدم همسرشه، قبل از اینکه بچه هاش باشن یا مادرش باشه، برای کسی که میره زن میگیره. الان شما منو که اینجا میبینید، شما الان همسر من رو دارید میبینید در لباس. یعنی همسری که لباس تنش کرده الان نشسته اینجا، شما دارید او رو میبینید، چون من با همه وجودم لباس او هستم. یعنی تحت تأثیر ارزش‌های اون هستم، تحت تأثیر تربیت او هستم، تحت تأثیر نوع نگرش او به طبیعت و هستی هستم. من نماینده استنباط او هستم، من نماینده دنیای او هستم، من نماینده اندیشه و افکار او هستم، من لباس او هستم. شما لباس همسر من رو میبینید در مقام نمایندگی، در مقام وکیل، در مقام تابش و انعکاس او. شما تصویر او رو در آینه دارید میبینید. همینطور در مورد زن نسبت به مرد. حالا شما نگاه بکنید که در زندگی زناشویی، چون در اینجا به زنهای اشاره میکنه که رابطه جنسی با اونها، مباشرت با اونها مطرحه، به زن قوی اشاره به همسر میکنه. البته بقیه هم مستثنا نیستن، ولی این آیه مربوط به همسر میشه بیشتر. که شما چگونه در جامعه میتوانید که ارزش مستقل داشته باشید؟ ارزش مستقل ندارید. نه از شما ارزش مستقل از زن دارید، نه زن ارزش مستقل از شوهر. حالا شما نگاه بکنید که 1500 سال پیش چه نوع رابطه‌ای بین زن و شوهر قرآن ترسیم میکنه، که به جای اینکه وقتی به ملا مراجعه میکنید، زن در مقابل شوهر عبارت است از یک ماشین تأمین دفع شهوت مرد، 10 دقیقه 1 روب در 24 ساعت موتورش رو روشن میکنن،
بعدم خاموش میکنن میذارنش کنار، پارکش میکنن تا فردا شب یا هر وقت دیگه ای که بخوان باز موتور رو روشن میکنن، 10 دقیقه یه رو باهاش مشغول میشن، بعد خاموش میکنن میذارن کنار. این نگرش ملاست به خانواده. از کدام کتاب آورده از خودش بپرسید. اون چه که در اینجا میبینید در این آیه ارزشی است که یا تقریب و اندازه گیری است که قرآن در مقابل رابطه زناشویی نشان میده. یعنی حدود رابطه زناشویی به حدی است که زن و شوهر ظرف و مظروف هستند در مقابل هم. مردها ظرف مظروف زن خود هستند. یعنی شما یک ظرفی هستید که در درون شما مظروف شما زن شماست و زن شما ظرفی است که در درون او شما هستید. یعنی دیگه رابطه از این نزدیکتر و از این مرکبتر و از این ممزوجتر وجود خارجی نداره که جزء اجزاء شما از نقطه نظر عواطف و ارزش‌ها و غرایز و منطق‌ها و خواسته‌ها و نگرش‌ها چنان به هم آمیخته است که اینها از هم جدا جدا شدنی نیستند، یکی لباس دیگری است. یعنی هر کدام رو که می‌بینید در لباس دیگری می‌بینید. یعنی به جای اینکه زن و شوهر هر دو رو ببینید، زن رو ببینید شوهر رو دیدید، شوهر رو دیدید زن رو میبینید. این رابطه تنگاتنگ و رابطه کثیرالابعاد و همه جانبه وجود داره و این انسان رو به فکر فرو میبره که با این همه روانشناس و چیشناس و از این حرفایی که در دنیا هست، به این عبارت کوتاه قرآن و به این نگرش لااقل تاریخی و تحلیلی که آقا قرآن به رابطه زناشویی چطور نگاه میکنه؟ قرآن به رابطه زناشویی اینطور نگاه میکنه یه مرد میتونه 700 تا زن داشته باشه. این قرآن آقا. این قرآنه. اینی که الان شما میبینید قرآنه یا 700 تا زن داشتن قرآنه؟ شما میتوانید که با 700 تا زن زندگی بکنید، با 4 تا زن زندگی بکنید، با 80 تا زن زندگی سیغه داشته باشید و بعد 80 تا زن با 80 شخصیت مختلف و دنیای مختلف و ارزش مختلف و نگرش مختلف، اینها همه لباس شما باشند. من از همه کسانی که ادعای فهم قرآن رو دارند از اونها سوال میکنم که پاسخ شما چیست؟ اگر قرآن میگوید که در اینجا گفته لباسها یا لباس، شما چطور میتوانید که لباس 10 تا زن باشید؟ لباس یعنی نمودار و نماینده و در واقع طریق شهادت و نشان دادن و مورد مشاهده قرار دادن زن در لباس مرده، مرد در لباس زنه. شما چطور میتوانید که این نمایندگی و این معرفی کردن و این یکی نمود و شاخص دیگری باشه؟ این مستلزم رابطه انحصاری است، رابطه فرد با فرد و اینکه این دو نفر به جمیع جهات در هم ممزوج و محلول و مرکب شده باشند که یکی به این نحو دیگری رو نشان بده. و در اصطلاح زیبا و فوق العاده قشنگی که قرآن استفاده کرده، یکی لباس دیگری است. حالا اگر در اینجا میگفت شما لباس زنهاتون هستید،
میگفتیم بله، برای اینکه زنها باید تو خانه بنشینن و چادر سرشون کنن، در ببندن، مردها نماینده زنها هستن. زن منو میخوای ببینی، منو ببین. ولی این رو نگفته، هنه اول اونها رو گفته، هنه لباسون لکم، اونها لباس شما هستن. یعنی اونها هر جا برن پس باید یه جایی برن دیگه، نیست؟ وقتی میخوان شما رو ارزیابی کنن، زنت رو نگاه میکنن، میگن آقای آقاسی کجاست؟ میگن نیستش. میگن ما میخوایم ببینیم چه جور آدمیه. میگه زنش اینجاست، زنش رو نگاه بکن. هر جور آدمی که زنش هست، خودش هم همینه. این زن نماینده ارزش‌های شوهرشه. حالا من یه جایی هستم، میگن خانوما جمع شدن، میگن میخوایم خانومت رو ببینیم، نیست ایشان اونجا. قرآن میگه که لازم نیست خانومش رو ببینی، خودش خانم خودشه، ببین خودش رو، ارزش های اینو میبینی، دوست داری دوست نداری، دوزه هیزه، خوبه بده، زشته زیباست، نجیبه نانجیبه، مرده، هر چی که هست. زنش هم همینطوره. این اولا که ارزش مرد و زن رو نشان میده و بعد رابطه زناشویی رو نشان میده. من خدا رو گواه میگیرم، خدا رو گواه میگیرم که در هیچ مکتب مدرن جامعه شناسی امروز به این نوع رابطه خیال انگیز بیش از هر چی و رویایی و مطلق و با شکوه در رابطه زن و مرد. این یک برداشت. برداشت دیگر از این که هم لباس هستند و ظرف و مظروف در اینها با هم دیگه یکیست و تشابه عینی داره، یک موضوع بسیار بسیار مهمی است که شاید اون موضوع هم تا به حال پنهان مانده، و اون موضوع این است که زنها ساکت هستند و در مورد غرایزشون حیای اونها موجب میشه که سکوت باشته باشند و کمتر مطالب رو به ظهور و شهود واگذار کنند. معمولا نمی کنند این کار رو و به نوعی بردباری و تحمل می کنند. تا جایی که این امر رو مشکوکن برای مرد و جامعه به وجود آورده که زنها غریزه ندارند، یا اگه غریزه دارند غریزهشون ضعیفه، یا اینکه به هر حال اشکالی نداره در مورد اونها، موضوع غریزه خیلی سهل گرفته میشه، حالا عیبی هم نداره و اینها. و بعد به این نتیجه رسیدن که اساساً وجود غریزه برای زن یک امر فاسده، یک امر گناهه. و بعد مردها به خاطر اینکه غریزه رو در زن نمود یک نوع اقتدار شخصی میبینند، و اگر زن غریزه داشته باشه، غریزهش که فقط برای غریزه جنسی نیست که، غرایز دیگه هم داره، میخواد فردا رئیس هم بشه، میخواد فردا حرف هم بزنه، میخواد فردا تو جامعه هم بره، میخواد مدیریت هم بکنه، اون وقت ما میخواییم 40 تا از این زنها رو مثل مرغ بگیریم ببریم خونه، یا اینکه زنهای کوچکتر رو بگیریم 10 ساله 12 ساله بریم با اینا بازی بکنیم، یکی یکی هم بهشون تجاوز بکنیم. بازی دیگه، بازی تجاوز، بازی اسمش. خب این زنه اگر که بخواد سناتور بشه، بخواد وکیل بشه، بخواد وزیر بشه، خب از هم نوعای خودش دفاع میکنه دیگه. وقت ما نمیتونیم که با هم نوع این زن بچه بازی بکنیم، نمیذاره دیگه. پس ما باید از همین الان قلم پای این زن رو بشکنیم و نگذاریم که پا از پا برداره تا به عنوان کنیز و به عنوان متاع و وسیله دفع شهوت برای مرد باقی بماند. و به این لحاظ هست که نیروی وسیع و عظیم وجود بشر
غریزشه و قوی‌ترین نیرویی که در درون هسته مرکزی غریزه قرار داره نیروی شهوته، شهوت جنسی، شهوت بدنی، شهوت اندامی، اون شهوت رو عرض میکنم. قوی‌ترین نیروها در وجود انسان شهوته و قوی‌ترین شهوت شهوت جنسی است. به همین مناسبت قرآن وقتی که میخواد به ما تطمیع بده و تشویق کنه ما رو و ترغیب کنه از طریق اشاره به همین شهوت هست. اصلا بهش روی همین شهوت ساخته شده، در تعریف تشابهی اون. البته انقدر این نیرو قویه. خب فکر میکنیم که ما الان برای مبارزه با زن چی کار باید بکنیم؟ قوی ترین نیروی او را از بین ببریم، یعنی پایه و انگیزه و علت وجودی غریزه رو در یک انسانی از بین ببریم. چه کار بکنیم؟ هیچی. باید عضو تناسلی زن رو ناقص کرد، یک قسمتش رو برید و باعث شد که احساس در واقع تمتع رو از او گرفت و بعد هم تمتع رو در جنس ماده ممنوع و حرام و عمل شیطانی تلقی کرد و قانون ساخت و فقه به وجود آورد که علت فحشا، علت بدنامی، علت رسوایی، علت فساد، علت انحطاط جامعه مال اینه که زن اگر در جامعه به حد تمتع برسه و از شهوت جسمانی خودش تمتع جنسی و لذت ببره، اون زن دیگه کارش تمامه. اصلا باید سوزاند اون زن رو، چون زن حق به تمتع نداره. قانون ملا اینه که زن حق تمتع نداره و هر عاملی که وسیله نزدیک شدن و تقرب به تمتع میشه در زن باید از بین بره. قصد من از طرح این مطالب این است که شما به دنیای اسلامی خارج از اسلام، حالا برای کوتاه شدن بحث اسمش رو میذاریم اسلام تاریخی به جای اسلام ملایی، که بشه این برانور هم نوشت دیگه، ملایی رو هم نمیشه نوشت. اسلام تاریخی، شما وقتی به اسلام تاریخی نگاه میکنید، در اسلام تاریخی زن به عنوان یک آبجکت هست، به عنوان یک شیء هست، به عنوان یک متاع، به عنوان یک کالا که قابل تصرف و قابل مصرف هست. یعنی زن رو مصرف میکنن، زن رو تصرف میکنن. قرآن میگوید که زن و مرد معرف یکدیگر هستند. معرف چه چیز یکدیگر هستند؟ معرف ایمان هم، معرف ارزش هم، معرف نحوه قضاوت. شما از دیدن یک مرد زن او رو میبینید، از دیدن یک زن شوهر او رو میبینید. این کلامی است که قرآن میگه. برداشت دوم من از اینکه زن و شوهر لباس هم هستند به این نتیجه میرسیم که وح چه خوش باشد، روح مولوی شاد باد برای همه ایام، و چه خوش باشد که وصف دلبران، وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. قرآن در اینجا به قدرت شهوت مرد اشاره میکنه، میگه مرد غریزه شهوانیش اونقدر شدیده که در مقابل من خدا میسته. مؤمنه، روزه میگیره، حتما نماز هم میخوانه، پس عقیده داره، علی ظاهر مسلمانه، مسلمانیه که تشریفات عبادی رو هم انجام میده علی ظاهر، ولی هنوز نیروی غریزه شهوت اونقدر درش زیاده که قانون خدا رو هم زیر پا میگذاره که بتواند که شهوت خودش رو اطفاء بکند.
امروز من میخواستم که کمتر گفتگو بکنیم، بیشتر آیات رو با هم ادامه بدیم، ولی ظاهرا احساس میکنم که بایستی که یک قدم پیشتر بروم در اینجا. این است که از شما دعوت میکنم که به این سوال من اول خوب توجه بکنید، و وقتی که خوب توجه کردید و مطمئن شدید که سوال من رو متوجه میشید که چه عرض میکنم، پاسخ بدید به من. این سوال من هست. سوال من این است که در این آیه، آیه‌ای که الان برای شما قرائت شد، که به این ترتیب شروع میشه که حلال کردم بر شما در شب‌های روزه مباشرت با زن‌های شما رو، و جمله رو ناقص گذاشته قرآن، دیگه ادامه نمیده، یک جمله غیر مربوط و غیر مرتبط به این موضوع رو مطرح کرده در اینجا. علی ظاهر ملاحظه بکنید، میگوید که اوهل لکم، حلال کردم برای شما، مجاز کردم برای شما، لیلت الصیامن، در شبهای روزه، رفس رو، رابطه جنسی رو با زنانتان. بعد ادامه میده این مطلب رو، ولی اینجا قطعش میکنه، میبردش. یک جمله کوچکش این وسط میذاره تو پرانتز. تو پرانتز ذکر میکنه که هنه لباسون لکن، زنهای شما لباس شما هستند، و انتم لباسون هنه لهنه، و شما لباس اونها هستید. پرانتز بسته ادامه میده جمله رو. خدا میدانست که شما با نفس سرکشی که دارید، با غریزه شهوانی که دارید، مخفیانه خیانت میکنید، مخفیانه قانون خدا رو زیر پا میگذارید، از قدرت شهوتی که در شما هست، و توبه شما رو پذیرفت و چنین چنان کرد خواهیم رسید. حالا سوال اینه که این پرانتز رو چرا باز کرده در اینجا؟ یعنی این پرانتز رو اگه برداریم، میگه حلال کردم بر شما در ایام روزه مباشرت با زنانتان را، خدا میدانست که شما بودید تخلف کنندگان قانون خدا، به تحت تأثیر نفسهایتان، به همین معنا خدا توبه نصیب شما کرد و شما را عفو کرد برای گناهانی که میکردید. خب این جمله قشنگتری که این چه ربطی داره که این وسط جمله؟ اتاق فرمان لطف کنید یک بار دیگر این آیه رو بگذارید بالا، بعد بر می داریم. آیه شماره 187 که بینندگان ارجمند ما قادر باشند که اظهار نظر بکنند در این مورد، که بسیار بسیار موضوع مهمی هست. در این آیه احل لکم، حلال کرد بر شما، لیلت الصیام، روا شد، حلال شد، آزاد شد برای شما در شبهای روزداری مباشرت. الرفثو الى وعفا، ببخشید، نسائکم، آزاد شد، روا شد، حلال شد برای شما در شبهای روزداری مباشرت با زنانتان. حالا من این قسمت پرانتز رو الان نمیخونم. علم الله ان کنتم تختانون انفسکم، زیرا خدا میدانست که شما مینمودید تخلف در انجام و در مقابل این دستور و در مقابل این کار. حالا این جمله چه عیبی داشت که
خدا این رو بیان بکنه که فارسی صریحش این میشه که روا داشت خدا برای شما آزاد کرد برای شما مباشرت با زنهایتان را در ایام روزداری، در شبهای روزداری، و خدا میدانست که شما نفس سرکشی دارید که نفس شهوانی شما و غریزه شهوی شما مانع اطاعت از امر خدا در حفظ تحریم رابطه جنسی با زنانتان در شبهای رمضان میشود، چمدن ماه رمضان میشود، عبادت روزه میشود. اینکه جمعهش قشنگتر بود که نترسید از قرآن ها، عشان نگاه بکنید، اظهار نظر بکنید. نقش این پرانتز هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، این چه نقشی داره در اینجا که در این جمله‌ای که در واقع این توضیح قطع کرده رابطه این جمله رو، در صورتی که اگر این پرانتز و این جملات داخل پرانتز نبود عبارت صریح‌تر و سلیس‌تر خوانده می‌شد. ملاحظه می‌کنید در اینجا می‌گوید که احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، شد روا کردیم، روا شد بر شما در شب‌های رمضان مباشرت با زنانتان. علم الله انکم، میدانست خدا که شما کنتم، بودید تختانون، تجاوز کنندگان به این اصل، به این قانون. سخن این است که این هن لباسون به چه خاطر اینجا هست؟ ببینیم که دوستان خوب ما چه پاسخی دادن به این سوال. جناب این مسائل جامعه شناسی میزان کار آقای دکتر آریافره. می نویسند که در روانشناسی این پدیده را در روانشناسی این پدیده را زن و شوهر درونی هر کس می دانند، با دو تا اصطلاح دارند کردن. این چشم من خوب یاری نمی کنه لغات ناآشناس بخوانم. این به آن معناست که یک مرد در طول زندگی خودش با توجه به تمایلاتش با مادر، خواهر، همسر و حتی زنان دیگری که انسان با آنها در زندگی تعامل داشته در وجود او شکل می گیرد، شخصیت به ارث رسیده زنانه و یا مردانه‌ای که به شخص داده شده هم در شخصیت شکل گرفته آن فرد مؤثر هست. آقای دکتر آریافر در این توضیح علت اینی که منطق یا چرایی تشبیه زن و مرد به نمایندگی در خصوصیات و شخصیت ها رو نشان میده که ما به علت بر اساس مطالبی که اظهار فرمودن بر اساس روابط و تجربیات و خاطرات جمع اینها را اگه بخوایم خلاصه بکنیم مطلب رو، که تحت تأثیر تجربیات و تعاملات و خاطرات و تأثیرهای روابطی هستیم که با نوع زن داشتیم، جنس زن داشتیم، حالا در هر مقامی بوده، زن ما بوده، خواهر بوده، دختر بوده، مادر بوده،
و اونها رو منعکس میکنیم، لباس در قرآن به مفهوم اون تأثیرات و اون تأسیساتی است که در ما به وجود آمده. این رو به عنوان تشریح و علت منطق این حکم قرآن میپذیرم. اما افسون بر این موضوع، اولا تشکر میکنم از ظرافت اندیشه و توجهی که به این مطلب داشتید. بس سوال بعدی اینه که الان ما بهتر فهمیدیم که این شما لباس مشترک هم هستید چه معنایی میده. اما الان سوال این است که به چه مناسبت در اینجا اینو قرار داده؟ عبارت ساده اینه که به مردها میگه که من قبلا قدغن کرده بودم که در ایام روزداری با زنهاتون مباشرت نداشته باشید، ولی من میدانم که خدا هست دیگه، من آگاهم بر این که شما تخلف میکردید و در مقابل غریزه شهوانی خودتون تحمل نداشتید و مهار نمیکردید شهوت خودتون رو. این میزان شهوتی است که شما داشتید و برای اینکه من این حکم رو عوض کردم و آزاد کردم این کار رو. دو تا سوال در اینجا آقای دکتر مطرحه از همه بینندگان، و اون دو سوال این است که در درجه اول علاوه بر اینکه خب اون عبارتی که تو پرانتز هست که زن و مرد و لباس هم معرفی میکنه، سوال دوم این است که در اینجا علت اینی که خدا قانونش رو عوض میکنه، اگر چنین باشه چرا خدا قانونش رو عوض میکنه؟ یعنی خدا عقلش بیشتر شده، قبلا اشتباه کرده، قبلا بشر رو نمیشناخت؟ این سوالاتی که من میکنم سوالاتی است که دنیا در آینده و همین الان از شما میکنه، نه از آقای دکتر آریافر، از کسانی که نقش مدافع اسلام رو بازی میکنند و خودشون اسلام شناس میدونه ازشون میپرسه. یعنی خدا قبلا نمیدانسته که مرد از دستور خدا تخلف میکنه و نمیتونه که در شبهای ماه رمضان هم بدون زن باشه، و بعد که خدا تجربه کرد و فهمید که مرد این کارها رو میکنه عقل خدا زیادتر شد، قبلا عقلش کم بود بعد عقلش زیادتر شد، بعد قانونش رو عوض کرد، گفت عجب من نمیدونستم که شما آدم نمیشین، حالا فهمیدم که آدم نمیشین، حالا میگم خیلی خوب هر کاری میخواین بکنین بکنین. اینه به نظر شما دو تا سوال در اینجا مطرحه. چرا اون پرانتز اونجا باز شده، زن و مرد رو به عنوان لباس معرفی کرده؟ شما معنی کردید که اون پرانتز چه معنایی میده و معناتون هم درسته کاملا. سوال اینه که چه محلی از اعراب داره که اونجا گذاشتنش؟ ارتباط این موضوع با این آیه چیه در قسمت اول؟ سوال دوم اینه که چرا خدا قانونش رو عوض کرده؟ یا بهتر بگویم یا راحت تر بکنم سوال رو، چه نتیجه ای از این تغییر قانون گرفته میشه؟ دو تا سواله. مفهوم لباس و اینا رو فهمیدیم، هم من گفتم هم دکتر آریافر گفت. حالا میگیم جایگاه این توضیح و تشریح که زن و مرد آینه مقابل هم دیگه هستن، عکس و معکوس هستن، اصل و عکس هستند، چرا این از اینجا اومده؟ این تقابل و تشابه چرا اومده در اینجا؟ سوال دوم این که نتیجه تعویض قانون برای ما چیست؟ من تصور میکنم که شاید که خوب باشه ما دقایق کوتاهی به
تنفس بپردازیم. حالا به اجازه بدید شاید هم که پاسخی دریافت کرده باش. سرکار پروین عزیز و جناب میردادی تشریف دارن. آقای میردادی می نویسند که زن مانند آینه است که معایب مرد را برایش بازگو می کند. حالا هم معایبش رو بازگو می کنه برای اینکه هم بهترش بکنیم، هم معایبش رو بازگو می کنه هم محاسنش رو. آینه است دیگه، آینه گر بنمود نمیدونم عکس تو بعد خود بشکن. آینه همه چیز رو، حالا شعرش یادم نیست، آینه همه چیز رو نشون میده، خوب و بد سرش نمیشه آینه که. آینه رو شما هر چی بگیرید، هر چی اون طرف باشه این طرف نشون، فقط عیب رو نشون نمیده، همه چیز رو نشون میده. این بیان رو دکتر آریافر هم ذکر کردن با استناد به دو تا فلسفه روانشناسی و جامعه شناسی. ولی سوال من این است که به چه مناسبت این آینه رو اینجا گذاشته خدا؟ چون عبارت خیلی ساده است، بر شما آزاد کردم مباشرت با زنان رو در ایام روزه‌دار، در شب‌های روزه‌داری. زیرا خدا آگاه بود بر تخلفاتی که نسبت به این قانون انجام میدادید، پس توبه شما رو پذیرفت و این کار را آزاد کرد. دو تا سوال مطرحه. توضیح درباره این که چه معنی میده اون رو فهمیدیم، هم شما توضیح دادید هم آقای دکتر آریافر. سوال این است که نقش این پرانتز، نقش این معرفی نامه، نقش این توضیح که زن و مرد آینه متقابل هستند، یا زن و مرد ارزش‌های هم رو نشان میدن، یا لباس هم هستند، یا ظرف و مظروف هستند، چرا اینجا آمده؟ و سوال بعدی اینه که چرا قانون رو عوض کرده؟ یا اگر اون سوال درستی نیست، از عوض کردن این قانون چه درسی ما میگیریم؟ جناب همایون رسولی می نویسند که چون این آیه اشاره به مردان است که چنین حقی به آنها داده شده، و به خاطر اینکه مردها خودشان را مالک بر زنها احساس نکنند و باید بدانند که مردها بالاتر از زنها نیستند بلکه تکمیل کننده یکدیگر هستند. بسیار بسیار به نظر من البته جواب خیلی خوب و کامله، ولی با هم دیگه داریم صحبت میکنیم دیگه، اظهار نظر میکنیم، معارفه میکنیم. یکی دو جا میاد فکر آقای میردادی که بره برسه به موضوع، ولی اینایی که بازی گالف میکنن، گلف میکنن، توپ میزنن تو چمن، که بیشتر آمریکایی هم آرزو دارن بازنشسته بشن، یه توپی بخرن، یه چوبی و برن این کار رو انجام بدن. اینها خیلی این گوی، اگه اسمش رو چوگان بذاریم، با اسب و اینها چوگان و همین کار گالف رو در زمان قدیم با اسب انجام میدادن، با چوب و اینا سوار اسب میشدن، این چیزی ری که حالا روی چمن میزنن اون وقت با اسب میزدن، اصلا با اون بازی میگن چوگان. گوی شبی بی دست و پا چوگان حق پایت شود، اشاره به همون بازوی رگبی میگن، رگبی میگن، چی میگن به انگلیسی هم دارن اون همین بازی رو. توپ رو تا نزدیک اون محلی که باید که توی اون گودال تو اون سوراخ بیفته تا نزدیک های اون آمدید. ولی
میخوام کاملا جا بیفته این موضوع با توضیحاتی که آقای دکتر آریافر دادن و با توضیحی که شما دادید. بله، مثل اینکه نظریاتی هست. نظریه بعدی این است که آقای برکی می نویسند که آقای اسم می نویسند که صدر اعظم هند، نخست وزیر هند رو می نویسند، صدر اعظم هند همان کسی است که حق زیست روی زمین را از مسلمانان سلب کرده است، در حالی که مسلمانان اقلن 500 سال سابقه زندگی در آن سرزمین رو داشتند. به این مناسبت مسلمانان احتجاج کردند و هندوها که اکثریت هستند به جان مسلمان ها افتادند و تا کنون ده ها مسلمان کشته شده و تازه این اول کار است. برمیگردیم به موضوع مورد سوال و سرکار سیما رشیدی میگویند استاد عزیز، برای مردان در بهشت 70 حور بهشتی وعده شده، پس برای زنان بهشتی هیچ تذکر داده نشده. اگر که از حضرت عالی تأمل بکنید، اتفاقا تمامی برنامه ها مربوط به حقوق بشر و جزء حقوق بشر حقوق زن بیشتر مورد و ملاک کار این برنامه هست که اونها رو مشخص بکنیم و حتما سهم زنان در بهشت هم مطرح خواهد شد و مردها خیلی متاسف خواهند شد از تعریفی که برای خودشون نسبت به بهشت کردن و یک مقداری هم با رگهای گردنشون و تعصباتشون مواجه خواهیم شد. بحث‌های جالبی در پیش داریم و مردها مجبور میشن که مردهایی که حوری پرست هستن در بهشت مجبور هستند که بعد از این آماده بشن که خانمهای خودشون رو برای مردهای دیگر ببرند. با اون نوع نگرش و تعبیر و تفسیری که از قرآن کردن، همه اینها رو در پیش داریم. فقط یه کمی تحمل کنید، با ما باشید، انشاءالله که همه ما اصلاح خواهیم شد. آقای مهندس سلطانی می نویسند که سلام و عرض احترامات بی پایان حضور جناب عالی و همه دوستان و سلامتی شما رو خواست دارم. جناب استاد راشد رستمی می نویسند که در مورد اسارت زنان در صحنه جنگ، سوال اینجاست که چرا اصلا زن اسیر بشود، در حالی که در دوران بعثت و تا حدود زیادی امروز هم معمولا زنان در صحنه های جنگ گرم سهم نمی گرفتند و نمی گیرند. بیشتر خدمات جانبی مثل کمک رسانی و مداوای زخمی ها و این کارها را انجام می دن و مربوط به بخش های غیر رزمی لشکر هستند. و اگر جنگ تنها جنگ دفاعی است، باید زنان با توجه به ضربه پذیریشان از قاعده اسارت مستثنا باشند، مگر زنانی که مستقیما در نبرد گرم سهم میگیرند. خلاصه مطالب استاد رستمی این است که اولا در دفاع چرا از زنها استفاده میکنند
و بعد وقتی که دفاع انجام میشه و در واقع پیروز میشن در دفاع، چرا اون طرف رو، زنهاشون رو که نباید اون زنها هم در دفاع میکردند یا حمله میکردند، چرا بایستی؟ اساسا منظورشون اینه که چرا زن رو بایستی که در اینجور کارها دخالت داد که مجبور بشن که اسیرش کنن یا اسیرش نکنن. تصور میکنم که موضوع سوالشون یک بحث گسترده ای رو ایجاب میکنه. اولا که اونهایی که تهاجم میکنن تابع این قانون نیستن که زن رو دخالت ندن در جنگ، و اگر شما در جنگی بودین که کسانی که مهاجم هستند به شما زن و مرد درش بودند، خب شما هم مجبوری دفاع بکنید و در دفاع کسانی رو که در میدان جنگ هستند شما اسیر میکنید. در جنگ دفاعی مسلمانان حق ندارند که فراتر از دفاع برند، و این قرآن صریحا میگه اگه شما این کارو بکنید ما شما حمله کردید، شما متجاوزین. بنابراین اگه زن در خانه خودش نشسته، مردها به شما حمله میکنن، شما هم دفاع میکنید، موردی نداره که شما از مرز مردها بگذرید و پشت سر مردها برید در خانهشون. زنی که در خانه نشسته و اصلا جنگ هم نمی کنه، یا به قول فرمایش شما پشت جبهه خدماتی جنبی میده، او رو جلب کنید بیارید ببریدش زندانش بکنید، اون دفاع نمیشه، اون حمله میشه. اما اون چرا که قرآن میگوید این است که اگر در دفاع لازم آمد که اسیر زن داشته باشید. چه وقت شما اسیر زن خواهید داشت؟ وقتی که زن در جبهه داره میجنگه و ما کنترلی نداریم روی مهاجم که به او بگوییم زن رو در جنگ دخالت نده. در مورد دیگر هم من تصور میکنم که در قرآن ما قانونی نداریم که زنها نباید در جنگهای دفاعی مشارکت مستقیم داشته باشند. البته ما نمیخوایم در اینجا تاریخ رو مطرح بکنیم، ولی از نقطه نظر فقط یک اشاره عرض میکنم که در این مورد اختلافی هم بین شیعه و سنی وجود نداره، که در تاریخی که همه قبول دارن برای پیامبر 3 یا 5 تا نفر جان فدا یا پیشمرگ در تاریخ هست، حلیمه و سلیمه و یکی دیگر اسمش یادم، 5 تا هستند که اینها در مقابل پیامبر شمشیرکش بودند و در واقع پیشمرگ های جنگ های دفاعی پیامبر اسلام 3 تا زن بودند. این است که در جنگ ها فکر میکنم که مشارکت میکردند، حالا فرهنگشون این طور بوده، سنتشون این طور بوده، در قرآن هم ممنوعیتی نداره. این یکی. دیگری هم که همونطور که عرض کردم، اگر ما جنگ دفاعی رو بخوایم در چارچوب قانون جنگ دفاعی انجام بدیم، جز کسانی که در میدان حرب با شما مقابل هستند، شما حق اسیرگیری از جای دیگه ندارید. شما نمیتوانید برید پشت جبهه افرادی رو که در جنگ مشارکت نکردن اسیر بگیرید. این است که اگر در جنگ اسارتی به وجود میاد، اون اسارت مربوط میشه به زنانی که در حال جنگ هستند. سوال پاسخ سوم هم این هست که چون این قانون مربوط به مؤمنین هست، به کفار اشاره نمیکنه قرآن، که به مؤمنین اشاره میکنه، که به مؤمنینی که در قانون نکاح هم به موضوع اشاره کرده که زنهایی که به اسارت شما آمدند، یعنی داره با مسلمان حرف میزنه، یعنی این زن درست به اسارت شما آمده، پشت جبهه نبوده، در خانه خودش نبوده، لازم بوده که اسیر بشه. تنها موردی که زن میتواند که اسیر بشود و قرآنی هم اسیر بشود زمانی است که در جنگ تهاجمی با شما روبروست. در جنگ دفاعی هم نیست، چون اگه جنگ دفاعی باشه ما قرآن راجع به اون طرف باید حرف بزنه، بگه ای کافرون، ای بیدین ها، ای مشرکین، ولی حکم مال اونها نیست،
حکم مال زنهای زنها و مردهای مسلمانی که این طرف آمدن. موضوع چهارم موضوعی است که دیده میشه در بعضی از آیات قرآن که به زنهای پناهنده اشاره میکنه، که میگوید اینها ترک کفر کردن وسط شوهراشون در جنگ، شوهراشون کافر بودن، زنها پناهنده شدن به جبهه این طرف، به جبهه دفاعی. ولی در مجموع من فکر میکنم که اون قانون، یعنی منع ورود و دخالت زنها در جنگ های میدانی در قرآن وجود نداشته باشه و موظف هستند که زنها بجنگند در این قسمت. ولی به هر حال مطلب بسیار مهمی رو مطرح فرمودید. آقای مهندس سلطانی بله سلام کردند و خواندیم و عرض میکنم که مطلب آقای برکی رو هم در ارتباط با این موضوع مهم خواندیم. قبل از اینکه به تنفس بپردازیم این سوال رو یک بار دیگر تکرار میکنم. در آیه شماره 187 از سوره بقره خداوند میگوید که بر شما روا کردم، آزاد کردم، قانون داشتن مباشرت با زنهاتون رو در ایام روزداری، در شبهای روزداری. و بعد توی یک پرانتز زنها لباس شما هستن، شما هم لباس زنها هستید، پرانتز بسته، جمله ادامه پیدا میکنه، زیرا خدا میدانست که شما از قانون خدا تخلف میکنید، در حال تخلف کردن هستید پنهانی، و به شما غفران داد و بخشید شما رو و این قانون رو هم عوض کرد. سوال این است که چرا این موضوع هم لباس بودن زن و مرد رو در اینجا مطرح کرده قرآن، و چه درسی، چه عبرتی ما میگیریم از این اطلاعی که خدا به ما داده که زنها لباس ما هستند، من لباس زن هستم، چه درسی از این کار میگیریم با توجه به بیان متین قرآن و اینکه قرآن مهمترین موضوعات رو به ساده ترین الفاظ و پنهانترین موضوعات رو به ایما و اشاره بیان میکنه که ادب و طهارت در گفتار رو به ما بیاموزه. این یک راهنمایی رو هم میکنم. و سوال دوم این است که از تغییر قانون چه نتیجه میگیریم، از تعریف لباس چه نتیجه میگیریم، از تعریف تغییر قانون چه نتیجه میگیریم. دو تا سوال. دقایق کوتاهی ما به تنفس میپردازیم، باز میگردیم با شما عزیزان به ادامه برنامه میپردازیم. با ما باشید.